السلام عليكم. سلام سلام. ارين خوانشاتي وگونه ای تورن. ارين خوانشاتي وگونه سلام 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 چطوری؟ آفرین باری کلا زنده یه موازه باشیم پادن سر نفرم از من قبول سلام 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 کمک نت بود؟ دست خوش به ممنونم او خدا سر چام سلام دایگان سلام باشش کرد سلامت نوشکیان تن فقط فاتحه داخل محلقه خانم باشه اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنه عبد و یا کنه استعین دین صراط مستقیم سلام فرمایید بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد و آل خدا رحمت بکنه مالک خانم سلام 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 واشی اون طرف مانده با فسک زحمت دارم بدید چشم دست شما دارم سلام بالا رو همه دادی؟ مطمئن؟ آقا گوش توش نیست اصلا ریختم تو رو خدا چهار تا میخوری دو تا هم بریز روش آقا سر دارم میریزم دیگه خب آقا واقعا من دارم لذت میبرم یعنی برای اولین بار از احالی روزده من کیف کردم همه دست شما درد نکنه واقعا زحمت کشیدی میخواستم یه چند جمله ای درباره اون خدا بیامرز محلقه خانم بگم و میخوام شما وجدانا جواب بدین نه اگه وجدانا دارم بیداره من بدم اصوه مهربانی محلقه خانم اصاره اخلاق بیشک محلقه خانم اصوه مهربانی و رفاقت و بهمن نوازی و پهلوانی و رشادت و ارزم به حضور انوار سمیمیت چی بود؟ اون کی بود که من این مرغ زیر بال و پر خودش نگر میداشت؟ ملقا خانم اون کی بود که بغیر از استان خودمون تو چند استان همجوار به دهن قرص معروف بود؟ ملقا خانم اون کی بود که راز تمام اهالی را تو سینه خودش دفن کرده بود؟ ملقا خانم پس بدون توقف بدون مکس فاتحه مع صلوات بسم الله الرحمن الرحیم بده من برای مرسی بابا گم بزن بابا گم برنج تمام شد الان چشم امو کابوس فرمه نمیارم قبل مرا وادر میدم بیاری برای امو کابوس گم
به قول اون معلقه خدا بیامرز بریج وقتی خوب دم میکشه حتی بخارشم خوشمزه است. احسن این پیرزن تمام حرفاش حکمتی دار. هری والله چرت پرت نمیگو. بله امو کابوس که ماشالله 200 ساله ده یه کمی آدم کم گوی و گزیده بوی باش دودیه درجه یک نیدی درجه یک آقای انتیر برق بیا یه کمکی بکنیم تا امو کابوس به تحریکش نرسیده. بیا بگید اینا محکم محکم یواش امو کابوس پیره من فتخه نفتره یه شیر برنج امو کابوس پسند نرسید. دستتان درد نکنید. درجه یک رو میدید. درجه یک عجب برید. خب ماه کاوزگان قضای نظری به همه رسید؟ به همه همسایه؟ بله به همه دادیم. ای بریکالله بابا جان. خب بس فرمای بلا بلا بابا من بابا من ادیس کن بچهر وده بریم بلا فرما فرما بند فرما فرما بلا فرما برا خواست ای روژان تو بر ندار. آقا سلمان دختر دایی ما باید ظرف غذا رو برداره با بار شیشه‌اش. بار شیشه؟ مگر روژان باردار؟ نه بی خود میگر اونا. کدام بار شیشه؟ من گفتم باردار گفتم بار شیشه. چه جور شیشه؟ ای هی شما چه کار به بار مردم داری؟ یه ظرف ببر. بفرما. حرفم کوتاه بکن. روژان بیا اینجا بشین سیب زمینی بریز روی خورشتا. پاشو. این که خیلی بی معرفتیه. 25 سال من دارم سیب زمینی این قیمه ها رو میریزم. حالا دیگه نمیریزی؟ دست شما درد نکنه ولی الان یه وقتش میدان در اختیار جوانا قرار. بله میدان خالی کن. دست درد نکنه. شیرین خانم جان یه بچه گانه برای بچه ایمه بکش به روی چش. یه دانه بریز برنج. رئیس سفارشی برای بچه شما. شیرو خانم ببخشی بچه گانه هست بزرگ ساله. بچه هست باید بخوره داره استخوان پر میکنه. نکنه میخوایی مثل آقا ادریس بشه. 70 جا دیسک زده بیرون. سلام فریده خانم. سلام آقا کیوان. سلام علیکم. کیوانو مشکی پوشیده. بابا کیوس سلام. سلام خوش آمدید. سلام روژان جان خوبی؟ سلام فریده خانم خیلی خوش آمدید. سلامت بشی. خیلی ممنون. چه شده؟ برای چه همه اینجوری من نگاه میکنن؟ بابا کیو مگه محلقا بانوی ما وصیت نکرده بود تو مراسمش مشکی نپوشی؟ والا منم بهش گفتم قبول نکرد. چرا به مرده احترام نمیذاری؟ تا وقتی زنده بود کم حرصش دادی همون کیوان؟ به جان او یه دانه پسرم رو قرض نبوده. مشکی میپوشم چون لاغر نشانه میده. یعنی من دوست ندارم لاغر نشان بدم؟ به جان مادرم دلم لک زده برای یه تیپ مشکی. لباس مشکی اونم تو مراسم ملقا خانم؟ آره والا بابا سر جددان دست وردارین. الان تمام وصیت ملقا خانم مو به مو اجرا شده فقط مانده پیرن گلگلی پوشیدن من. آقا درش بیار. میگم هیچ چیز زیر نیست. میخوای تن ملقا خانم رو تو گور بلرزانی؟ میگم هیچ چیز زیرش نیست. آقا چرا بس میکنی؟ من یه زیر پوش سفید دارم میدم بهت بپوش. درش بیار. تمام. یوسف انگار پین تو مخته. زشته زن و بچه داره عبور میکنه. ای بابا آخه مگه من گفتم اینجا درش بیاری؟ بریم اون پشت آوازش کو برمیگردیم. بفرما درست میگه. بریم بیا. آه چی شد؟ درست شد. بفرما رازی شدی؟ چه خوشگل شده. دوغ یا نوشابه؟ نوشابه. دوغ یا نوشابه؟ نوشابه. دوغ یا نوشابه؟ نوشابه دخترم یکی دوغا بوام. نوشابه کم مانده امو. بزرگواران نوشابه آخرشه. لطفا وقتی سوال میکنم همه بگید دوغ. دوغ یا نوشابه؟ دوغ. نشنیدم. دوغ. قطعا دوغش بدون ضرر تره. بفرمایید نوشو
فاطمه صلوات الله صل على محمد و آل محمد. خدا روح دشاد بکنه ملقا خانم، الهی نور به قبرت بباره. آفرین به این نوری و دختراش، الحق و الانصاف سنگ تمام گذاشت بره اون مرحوم و چراغ نزدش روشن نگه داشت. خدا روحش شاد خدا بیا خدا رحمتش کنه، ان شاء الله رحمت کنه، هر کی خاک اونه گل به روی بازماندگان ان شاء الله. ان شاء الله فاطمه صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. شرمنده ببخشیدم. خسته نباشی، خیرت قبول باشه. شرمنده من داشتم یکم بیرونم مرتب میکردم، دیر رسیدم خدمتتون. چرا کشیدین که نه؟ فرمایید جلو بابا، فرمایید. بفرمایید نوری، بفرمایید نوشی جانم. نه بابا، من تنهایی بخوام غذا بخورم زهر مره میشم. فرمایید. نوشی جانم آقا نوری، شما بفرما، ما همه مان سیرو پر خوردیم. بفرمایید. نوشی جان. البته شما چی سبکتر باشه، بهداشتی‌تر و سالم‌تری. برنج بده آقا نوری. نه 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 نه، مثلا برنج خوری نیستم. نه، دست در نکنم. خیلی ممنون. صلواتی قرائت فرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. تهدیگه؟ ها؟ تهدیگه؟ نه کوبیده. خودشو میریزی رو تهدیگ؟ من به این ترکیب علاقه دارم، خیلی دوست دارم. خدا رحمت کنه ملقا خانمه. وقتی که زنده بود برای هر کسی که پشقاب برنج میکشید یک کف دست تهدیگ میذاشت روش. خدا بیامرزه. خدا رحمتش کنه. خدا بیامرزه. خدا بیامرزه. خدا بیامرزه. یه ذره سنتی و قدیمی و همچین قنجمنج و جمجور فکر میکرد. الان فرق کرده وضعیت. فرمه. بله. فرمه. او شوخی کردم. این آوردم همه با هم دیگه بخوریم. من که نمیتونم تنهایی بخورم. این ترکم. دیدی کیوانه؟ تا تحتی که دیدی یه چشش در بیرون. این پلان صورتی شد. فرمه فرمه. مادر بدون طرف. دست به دست بیاین برسه به همه. آره دست به دست. به اندازه خودم مردم. دستش بونه زودتر دابه دسته. علی والله. بله بله. دار روح ششاد بکنه. جو تحتی که. خدا بیام بکنه. کی اندازه کف دست تهدیگ میذاش رو برنج؟ ملقا خانم. کی با ملاقه خورش میرخ رو تهدیگ؟ ملقا خانم. ای خدا بیامرزدت ملقا خانم. خدا بیامرزدت. خدا بیامرزدت. عرض شود که نه میخواستم وست چشم فهمه ایش اول بارک الله. آقا خدا بده برکت. خدا برکت. دست دادم. خدا برکت بده آقا نور. خدا برکت بده. خدا بهت برکت بده. خواهش می‌کنم. نه، خواهش می‌کنم. شرمنده دیر شد. ببخشید شرمنده. نه، دست در نکنه. دست در نکنه. 82 83 84 85 86 87 88 89 این شد 90. تازه رزید گردنه زده باد. 91 92 93 94 95
96 97 98 99 تو فلکش شد یا نفس گرفت؟ هزار تومنش کمه، اجازه بده یه دور دیگه بهش میدم. نه نه بابا یعنی مادرت نه پسی از شب گذشته همه خواستم بیا اول من هزار تومن به شما میدم شما بی خیال شو فرما. آخه چرا؟ شاید من اشتباه کرده باشم آقا، اجازه بده یه دور دیگه. عمو کاو سر جدت بابا ول بکن، بیا اینم هزار تومن. زد من نمیده بفرما، منم هزار تومن میدم آقا. منم هزار تومن میدم بیا. خب همونطوری که خدمت همگی داشتن عرض میکردم، شما همگی در جریان هستید که مهلقا خانم خدا بیامرز، خدا روش شاد، خدا بیامرز رفتگان شما، خدا بیامرز. ما اون خونه مرحوم فروختیم و این خونه جدید خریدیم. اینجا یه کمی کوچک هست. بله. ولی بسفه است. خیلی بسفه. خدا شکر من راضی هستیم. بله. هی مهمه. آنور اینجا رو متی چند خریدی؟ اینجا رو دوی دویست. ولی والله. من پرسه تو همین محل یه مورد داشتم یک و ست دیگه. تو اشتباه کردی نگرفتیش. الان کنار جاده رسوقی نمیدن. آقا نشنشتان چیزه؟ شما فکر میکنین 25 سال پیش هی خانه که من الان توش نشستم 350 متر چنی خریدم؟ چنی خریدی؟ 400 تومن. آقا دروغ میگی، این قیمت که نمیدادن. نه دروغ این چی ده؟ آه این سندش بخانید. بیا اینم قبال نامشش، قبض و آب و برق و همه چیز بفرما. شما اینو میفرمایید من کاغذ خانه پدری مدارم چقدر گرفته باشیم؟ خوبه 500 تومن، 500 تومنی باورتن میشه؟ اینا چون میگی؟ مرحوم پدر بزرگ من باقا به او بزرگی چقدر خریده باشه خوبه؟ نهایتاً 1000 تومن. 1000 تومن؟ 800 عباسی مرد حسابی. عباسی؟ آره یه قضیه مال دوره گذشته، دوره شاه عباس بابا. واز بیاریم بابا، بل کنی شما یواش یواش داریم میرسیم به زمان کالا به کالا. تخت مرغ بده، خانه بگیرید، نمیدونم ارد بده، گندم بگیرید، انو کلنگ روش. ولی آقا نوی جان این خانه که گرفتی خیلی کوچیکه. طلب ما زیاد مهم نیست، مهم اینه که یه خانه بزرگتر در شأن خودت و خانواده میگرفتی. آره بخدا این راست میگه واقعا. قربان شما، شما همگی لطف دارین، مرحمت دارین، ولی این خونه کوچیک است، ولی حیات میاد خودش هم بسفه است، خیلی بسفه است. مهم اینه که ما به توصیه اون خدا بیامرز زمان خدا بیامرز، خدا رحمتش بکنه، اون دلش میخواست که من بدهی شما را از پول فروش اون خونه ها بدم. کی بدهی همه را به موقع میداد؟ ای خدا بیامرز زدت مل آقا خان، خدا بیامرز. دست در نکن آقا نوری، خیرت قبول باشه. هیچی بهتر از این نیست که آدم قرضش ادا بکنه. بله بله. خب آقایان اگه اجازه بدین یواش یواش زحمت کم بکنیم، من توی لباس معذبم. یالا یالا یه کاری هم بکنید، شما مثلا الان پولاتی نگرفتین یه ذره از طلبتون باقی میمونه، مهیر لیست دستشه. خب الان یکی یکی به مهیر بگی چقدر گرفتی که الباقی حسابتونو بگه، من بدونم که چقدر به شما بده کرم. مهیار مهیار جان اولی سوار در بیار. مهیار کجا رفت؟ مهیار امروز مهیار اینجا ندیدیم. واقعا راست شده ما مهیار ندیدیم. اجازه بده عقل نوری دستشویتون کجاست؟ خواهش داریم توالت این خانه جدید به خاک خون بکشی، همون پایینه. چشم آقا خواهش میکنم، خواهش میکنم، فقط وای سین بزن مهیار بیاد. من طلبم خدا حافظ، خدا طلبم بینا قبول دارن، منم که طلبی ندارم. قربانم قربانم مهیار اصلا مرمی کجا قیبی؟ خدا شکرت هرچی به من هیچی ندادی از دمد نادن کاملا بینیاز بکدی. چه گفتی آقای نوری؟ شنیدی دیگه، گفتم خداوند من از دمد نادن بینیاز کرده. آقای نوری چوپان باش ولی دروغو نباش. ها؟ ها ببین این پسری که الان تو راجبش صحبت کردی تا موقع که خانه پدرش بود تو آبادی نمونه بود. میشه ایده اونه او کره نمونه شو بگی منم بدونم؟ هزار تا بود. یکیشه بگم، یکیشه بگم، یکیش همینه که شما به غلامی قبولش کردین. ای بری کنم
انتهای راه رو سمت راست در بخروج. شب خوبی داشته باشی. قابل نداشت بخوری. نه خود بله فرمه. شب بخیر. شبت بخیر باشه. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا شکرت یک کمی هم بدهی من دادیم. گربه خنگ بی تدبیر گوشت شقه گوسفندی هم اشتاد پنج زد من پولش دادم نز میکنی برای من پش پش خدا حافظم اگن 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 اوف خدا حافظ امجان خدا حافظ قبلای شیرین تو تاریکی برای قفش چه میکنی بابا بشین بابا اگن بشین این گربه هم خیلی زرنگ شده بابا. خیلی زرنگ شده یه ذره چربی رو گوشت هست میل نمی کنه. همین گوشت نیم ساعت پیش دیدی سال من بچه علاقه به دندم می کشید نگاش نمی کردی همین قدم گذاشته بود تو جیبش بابا گیان به خاطر چربیش نیست سیره لابود زبان بسته بی خود سیره بابا گیان از این به بعد بره رو پله همون خانه بخوابه که بهش قزم می ده چنی عزیزی بابا شما رو شام گربه های محلم حساس شدی؟ من حتی باید بدونم که دامادم کجا شام می خوره شبه راستی او بیریخت شوهرت کجا بول کرد یه هوره؟ نمیدانم ولگو یه کار واجبی براش پیش آمده بعدم برام میگه ای درهی ببندم یا مخواهیم بریم ببن من بگم ببن من خودم میرسنمه نه مخواد بابا گن ای دو قدم راه تا خانه ما این قدیم باید دارم من بگم میخواستم یه چیزی باید بگم یه نصیحتی که این فقط برای تو عزیز بابا یعنی به کجال و شیرین و مجاینا اصلا نگو چشم ببین من مرده تو زنده خدا نکنه هیچ وقت تحت هیچ شرایطی به چینی جماعت پول قرض نده چرا؟ آفرین برای اینکه بعدش نمیدونی از کی پس بگیری همه شکل تو همن خیلی بامزه بود بریم رقص بابا فرمه فرمه بودم این آقا مهیر هر شب برایش یک کار واجبی پیش میاد یا همه امشب بوده هر شب که نه ولی یه شبایی دیرتر میاد خانه دنبال یه لقمه نان حلال دیگه میخواد رو پای خودش وایسته رونق دستت در نکنه جمعش کرده یه دقیقه بیا اینجا یه دقیقه بیا ببین من کدام کردی لباسای بپوشم تولد دعوتم ببینم کدام این خوبه سبز بپوشی شیری؟ تو خودت هم اینجوری یه ذره سبزه ای هم بپوشید یه چی میشی بقیه رو ببینم بایی چه گلوگلیه مشکله قشنگه ولی گندت میکنه ها تو هم چهرت همچی مقدار همچی خشنه گندم که به نظر بیاد یه بدبخته تولد کوفتشان میشه من خشنم؟ نه پا من خشنم باشه ای چه؟ وای تو رو خدا شیری زر داره نشان نده از بس پوشیدیشی تاکسی زرداره که تو خیابون میبینم یه لحظه فکر میکنم تویی من برم چوب بیارم این اجاق ساز کنم الان دایی برمیگرده خسته است میخواد بخوابه شانس من بی تربیت جلت هم نمیکشه به من میگه خشه دیگه نمیگه کل شرق خوده میترسم مامان باباش هم نمیان ببرمش کت شوال ببوشه میشه دقیقا مثل سلمان ترسیدم بقیه کجان نه ترسل منم رفتم دشویی تو اینجا چه کار میکنی بقیه کجان من یه دقیقه رفتم دشویی همه اینجا بودن ها مادرم هم رفت من چه میدونم بقیه کجا رفتن باز اومدی رفتی دشویی خانه ما کشتیش داشتی همینجا نگه دارم پیاده میشم نگه دارم اینم خاموش کن میگه خونتون جلوتر نیست چرا آخه اینجا کار دارم معیار امشب خیلی حال دادی خوب بود عالی بودی فردا شبم همینجوری حال بدی همینجوریه خیالت راحت پول بیشتری گیرت میاد بهترم میشه فقط اینا رو بگیر کاپشن منم بده فردا شب دوباره لازمت میشه که خب دوباره میارمش دیگه کاپشن منو بده
داداشی خدا رو خوش میاد تو این سرما منو بدین کاپشن با این موتور بفرستی برم؟ نه خب پس ببین کاپشن منو بده دیگه بینا تو چه اصلا نمیفهمی من با همون لباسی که اومدم با همون لباس باید برم تو خونه دیگه الان اینجوری برم با این بگم چم منه داداش مشکلی پیش اومده؟ نه مسئله شخصی بفهمه شخصی آدم لخت میکنه آقا آشنامه آشنامه آدم لخت نمیکنه داداشمه داداش که بدتر جیبتو میزنه برو دیگه آقا تو حالت خوش نیست هست بده من کامشن رو بدم از سر بگیر مراقب خود با سرما نخور فقط یادت باشه فردا شب همین مسیر رو پیاده اومدی قندیل بستی میفهمی که نباید منو اینجوری میفرسته سلام علیکم شب بخیر شب خوبی داشته باشی شب خوبی داشته باشی بابا جان مهیار خونه نیست ایوالا بابا نه گل برم هیچ هایی بکنم انشالله که شب خوبی داشته باشی خدا 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 چه چیکار سر کار بودم دیگه به به سلام آقای دامد سلام آقا جو ببخشید خسته بودم از دقت نکردم شما اگر میگفتی برای نزدیک نمیای یه شمی برات نگر میداشتم آخ سر یه کاری بودم ببخشید بعد جوونی هم که میخواد رو پای خوش بیسته به کار نمیتونه نه بگه باریکلا میخوای رو پای خود بیستی آره آقا نوری خیلی دوستان رو پای خودم بیستم ای باریکلا آفرین تو هم من پریروز رفته بودم بقالی گفتن رفتی اونجا یه شیرکاکاو خوردی 1000 تومن گفتی بزنیم به حساب اون موقع رو پای خودت نایستده بودی؟ من؟ نه من من؟ بله تو آه حسلم نکشه کارت بکشم آنوری آه. شم خوردی؟ آره نه امیان بالا همه چی هست بیا فرمه ردی ناراحت بشه این همه زحمت کشیده غذای نظری آماده کرده اون وقت دامادش به جنگ کمک حالش باشه یهو غیبش میزنه میره باشن خانم من دنبال لقمه نون حلال بودم دیگه الان یه قرون زیر پای فیل کنده جوانی پیدا میشه مثل ما بتونه رو پای خودش وایسه خدا وکیلی الان ما رو پای خودمانیم آره هی امشب تو مهمانی چند نفر بشم گفتن شوهرت از ما پول دستی گرفته پس نداده با خدا من یار انقدر خجالتی کشیدم اون محلشون نذار اونو به ما حسودی میکنن روزان خانم پول رو میز هست هر چقدر دوست داری بردار پس میگی؟ باز از این 20 تومنی قدیمی ها؟ مهیار تو منه دیوانه کردی اینا کی بشت میده کجا میاری اینایه روژان من دوستم حجم پول زیاد باشه اون الان 4 تا 10 تومنی میشه نهایت بعد اونجی باد نمیکنه من دوستم پول اونجی قلمبه بشه تو جیبم فکر غرور شوهرت هم بکن دیگه چی درست کردی بخوریم آب یخ چیزی هم داری من درست بکنم اگر خونه بازمده چی غذا نظری برام نیاوردی من چه میدونستم تو نمیای فکرام برمیگردی دوست زده اینجا رو این بال مرغه؟ ها او دارو گیاهیه مال عمه بتولمه مال کمر دردشم این مال کمرش دردش میفته باش. چه مکنی؟ جستجو تمام شد چراغ خاموش کو بی زحمت من 100 دفعه به شما نگفتم دختر باید مهربان باشه دانا و خوشبیان باشه 100 دفعه به شما نگفتم کسی نزن نگفتم اگر زدی باید چوب نزن 100 دفعه به شما نگفتم اگر باید چوب زدی اقلن تو سرش نزن اقلن
این اگر به هوش بیاد عقب افتاده بشه چپ چوله بشه جواب مدرش کی میده؟ اگه مدرش بیاد بگه این لئوناردو دیکاپریو بود تو جوابشو میدی یا تو؟ یس یا نو؟ ای بابا مگه من زدم؟ خب اینجا که بودی جلوشو میگرفتی. دایی‌جان من تو حیات بودم که صدای جیغ شیرینه شنیدم، اومدم تو اتاقی دیدم از پشت، نفهمیدم سلمانو چه باید میکردم. مگه من این چوب شما رو قایم نکرده بودم؟ یکی دیگه تهیه کردم. او یس دتس رایت. پس هیچ تحریمی روی شما اثر نمیکنه. ما تازه شانس آوردیم کجان نیست، وگرنه با هم دیگه دست به دست هم میدادین، میهن خیش میکردین ابد. سلمان خوبی خوشی؟ نکنم نزن. نمیزنه. جان بچه. نمیزنه. جان مادر دو کنه. نترس نمیزنه. هیچی نیست. من اینجا نترس. از هیچی نترس. خوبی؟ منم ببینی؟ من چند حملن؟ انگشت من نگاه کن. حالا این انگشت. حالا به این چشید. اینو نگاه کن. به این چشیدم این. آقا پاره شد اینطور که نمیشه. به پیر به پیغمبر من رفتم دستوری مهمانان اینجا بودم. اومدم نبودن. بریکنه بریکنه. میگم آقا نوری که مادر من در مورد شیرین خانم با توی صحبتی نکرد. در مثلا چه صحبتی؟ که شیرین خانم رو بدی به من ازدواج کنیم زن من بشه. ها؟ شیرین خانم رو بدی به من ازدواج کنیم زن من بشه. او دردی یه ساعته بازم بگو نزن دایی گیان. بذار یه دانه بزنم برای همشه تو سکوت برو بره. آرام ببگن. ای شما چرا همه تون به بروسی رفتین؟ ای من به توجه نشدم. گفتی شیرین خانم رو بدیم زن تو بشه؟ شکر شدی؟ حق داری؟ فکر کردی که سلمان دنبال دختر دیگه است؟ نه سخت در اشتباهی. بعضم شاهین اقبال روی شانه خانواده خانزاده نشست. خبر چنا؟ گریه شوقه، گریه خوشحالیه. خدا کنه این حس حال قسمت تمام دختره بشه انشالله. دادی یه ساعته. خب تو عزیزم دیگم شما برو یه دقیقه حواست به شیرین بشه. خب خب اجازه بده، بهتره که من بریم بیرون. ادامه این صحبت در این مکان دیگه به صلاح نیست. فرمان. خب سلمان جان حقیقتش اینه که جانم آقا نوری، در خدمتم، بفهمم. دست بکش، برو پیکر، برو گم شو. ببین من قاطیم ها، پاسی از شب گذشته الان میخوام استراحت بکنم. ناراحت بشم این نردبانه فرو میکنم تو دهنت، گم شو. من نمیفهمم آقا نوری، چرا لگت به بخت دخترت میزنی؟ گم شو. آقا اجازه بده، تو این 60 خانواده منتظر من در خونه شنو بزنم. گم شو، برو در خونه همونه رو بزنم. من خودم دوتا دمد بیشور دارم، نمیخوام در این زمینه هتریک کرده باشم. گم شو. الان عصبانی هستی. بابا برو کناره. آقا یه بلد بگو تمومش کن. اگه بلد بگی فردا انگشتر طلا میاریم. دادی یه شبه گم شو بابا. انگشتر میارم. اصلا من به تو دختر نمیدم. فرما. چرا نمیدی؟ من چه بدی به حق شما کردم؟ آقا خوشگل نیستم، قد بالا ندارم، پول ندارم، اعتبار ندارم. من خوشم نمیاد. فرما. آقا واسه صحبت کن شاید درست شد. خدایا مرا از شر بندگان احمقت محفوظ بدار الهی آمین. گرفتاری شدیم دست اینا. فرستادینش رفت؟ نه نگرش داشتم گل بده. حقش بود میدادیمش دست مأمور به جرم مزاحمت. بابا چرا بیرونش کردین؟ شاید اصلا جواب من مثبت بود. ها؟ جواب چی بود؟ مثبت. شما اصلا نظر منو نپرسیدیم. بابا شیرین که این چه صحبتیه داری میکنی؟ این بشر حتی شعور مطرح کردن خواستش نداره. انگار اومده خربزه بخره. اینجوری قده هیکلش نگاه نکن. اندازه یه دانه مش مقصون کلش نیست. این مخواد جواب مثبت بده که از این خانه بره. به قول خودش میخواد یه نانخور از سر شما کم بکنه. نانخور کم کنه؟ آفرین شیرین جان. تو میزی که اصلا متوجه نشدی. امشب بنده قریب 1000 نفر قضای نظری دادم. بعد تو میخوای نانخور کم بکنی؟ این حرف به بابت میزنی؟ میخوای بابت قصه بخوره؟ دوست داری بابت یه سکته ریزی اینجا زیر برف بزنه و بمیره؟ نه بابا گیان. نه نه تعریف نکن، بگو آمادگیشم دارم. پولو بدهی و همه چی دادم قشنگ راحت. چه حتی سکته ریز و درش میزنم از 17-18 طرف ناقص میشم. خوبه؟ نه بابا خدا نکنه. ولی شما میدانیم پول نظریه امشب با این بدهی ها که دادین خوب. از پول خانه که کمش بکنیم چقدر برامون؟ اقلا 5-6 میلیون تومن پول داری. 17700 تومن. 17700 تومن. 25800 هم پول برق آمده.
25 هستدم. خب از الان به عبارتی ما حدود 8200 کم داریم که بتونیم اون قبض برق پیدا کنیم. درسته؟ خیلی خوب. من فردا زنگ میزنم به سلمان، میگم من خاک پای تو خانواده محترمتم هستم، تشریف بیارشینین رو وردر ببر. چون اگه اینجوری بهش بگم قشنگ روم میشه اون 800 ازش بگیرم قبض برق پیدا کنم. خوب گفتم؟ بابا شوخی نکنین، من کاملا جدی گفتم. بابا جان نباید ناراحت بشی، نباید اینقدر نگران بشی. اصلا من همین الان چشمنداز اقتصادی خانواده رو قشنگ برات ترسیم میکنم. بعد تا چند وقت دیگه که این اناره بارش تحویل بگیریم، پول همینجوری سرازیر میشه سمت زندگی من. چون من دیگه نمیخوام اناره رو ببرم میدان تربر. اناره من خوبه، دانش سیاهه، برای ربع انار عالیه. یه کارگاه کوچیکی میزنیم، یه ربع انار تولید میکنیم به اسم ربع انار نوری و دخترم. اگه بسته‌بندی درستی داشته باشه ما در مدت زمان بسیار کوتاهی تمام بازار اروپا رو تسخیر میکنیم. اگر بازار اروپا رو تسخیر بکنیم آفریقا میاد سمت ما، چون اینا با هم چشم و چشم میدن. آفریقایی یه ذره فضولن، فوری میرن به استرالیا یا میگن ما توی استرالیا فغانیه داریم، داور بین الملل، به اون یه پولی میدیم، اونم یه کاری میکنه، استرالیا یا میاد سمت ما. اینجوری تمام دنیا رو در اختیار میگیریم. افق پیش روی ما کاملا روشنه، یعنی گر سبز کنی ز انار حلوا سازم. با تشکر نوردین خانزاده. شب بخیر، خدا حافظ. فرما ما که هیچ وقت شوخی و جدی شما رو نفهمیدیم. بهتر بابا جان، به کسی هم نگو نفهمیده، بذار همینطوری پنهان بمنده. خاک تو سر من که این سلمانی جونی میاد خواستگاری من. بروس یه دایی، من دستم ازش کوته است، اونجا هستی یه ذره بهش محبت کن. اینجوری نه دایی، که یه سر نوازشش کن. چجوری؟ ها؟ چجوری؟ اینجوری اینجوری نوازشش کن دیگه، یعنی تو نوازش کردن بلد نیستی. حقش تو رو بدی به سلمان، به قول خلیل ببری قورچش در بیاری. حرفی نیست، بازم هرچی بزرگترا بگن. به نظرم سلمانم از نیمروخ همچی کیس بدی نیست. بازم هرچی شما بگی. ای بری کلا، شب بخیر. سرگردانم بو بارت مال بیرانم تو من دو دیوان ایتم امر عزیز ارامی جانه دانه دانه خواب دانه 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 خوشتی او سلام علیکم اشی. یالا یالا سلام علیکم. سلام علیکم. نوش جانت گواره وجود، الان سفارش منو میاره. بفرما. دارچینیه؟ دارچینی مخصوص. ها کیوانی حساب مهیار داره میزنه بالا. ها اتونم پول گرفته؟ تقریبا هر روز. پری رو زمین نانوایی مهر بابت بدهیش بهش نه نداده بود. چهار تا نان از من قرض گرفته خانه. گفتن نداره. البته ببخشید ها امو کیوان، آقا مهیار 140 تومن به من بدهکار. دو ماه بعد آمد گفت 60 تومن به من بده که حساب روند بشه بشه 200 تومن. منم بهش دادم دیگه به جان خودم. آقا منم 17 تومن ازش خواستم،
پریروز برد، گفت میشه 3 تومن دیگه بذاره روش بشه 20 تومن ران بشه. خب منم دادم دیگه. چه بگم والا، وقتی زن گرفته هر چی میخوام زیر پر و بالش بگیرم میگه نه نمیخواد. مرد اونه که رو پای خودش وایسه. آفرین. چرت میگه ایوان خان، برای شهرت و آوازه شما خوب نیست. آمارش دارم، خورده شیشه میریزه کف خیابان درصد میگیره. یه فکری به حالش بکن، اگه قرار باشه همینجوری بخواد رو پای خودش وایسه، آبروی کل خاندانتو به باد میده. باور بکنی این حرفای میشوفم، حاضرم زمین دهن وا بکنه، منو بکشانه تو خودش دهنش رو ببنده. خدا نکنه هیچ میاد دیگه. این چیزه؟ انجیر خوش. من انجیر خورم؟ نکم کجه؟ چرا او سفارش همیشه گیره نمیاری کره و اصل؟ آکه وان فریده خانم سفارش کردم مواد قندی برای نیاری. بابا به زنم چه مربوطه که من تو قهوه خانه چه سفارش میدم و چه مخورم؟ امو کیوان، فریده خانم زن خوب و با سلیقه ایه، حتما نگران دیاباتته. دیاباته چیزه؟ جمع دیابته. منظورش همو دیابتته. ای هوا ردسی مردم فضول، خدایا همین الان یه بلایی نازل بکن و به زندگی کیوان بدبخت خاتمه بده. سلام علیکم. سلام علیکم. باید شوخی کردم ها. داداش سمد میشناسی؟ با منی؟ آره داداش. سمد؟ ما آره سمد مجرهی، یه جوان 20 خورده ای ساله است، همین دوروبارم زندگی میکنم. به هیبتت قسم سمد نمیشناسم من. کجا آدرس دادم؟ بابا یه صورت بدفور میدارم، موهاشم یه مدلی درست میکنم. بابا بالا همین تپه زندگی میکنم. او در قبعه بالای تپه همی بید آره، که چند تا آره، درخ همون. بروشه و اصلا اسم سمد. نه بابا اونم سمد نیست، اصلا این منطقه سال هاست که سمد به خودش ندیده. آره راست میگه. حالا چی کارش داری پهلوان؟ من خواستم ببینم چجور جوونیه. پس سمد نداری نه؟ کاش کی داشتیم، شرمنده شدیم به خدا. دشمنت شرمنده داداش. یالا یالا برای موتور انکاو بیتانه ایمانیه نوانیه؟ نه نزانی این کیه؟ نه واه مینی ده خرس قصه شیشومه میگه دنبال معیار آمده. آدرسش هم داشت، احتمالاً طلبکارشه. اونم یه جوری خودش سمد معرفی کرده که یه جوری رد گم کنه. عجب چموشیه جانم. آقا این یه چک به مهیار بزنی، باید همه من بریم پزشک قانونی برای تشخیص هویت. خدایا من بچه‌م به تو سپردم، اگه سلاحش در نابودیه من تسلیمم. تسلیم بابا بجوم. امون کیوان باید جلوی درگیری رو گرفت، تدیر نشده. بجوم راست میگه. بجوم دوستان همه تان میدانین من آدم ترسویی نیستم، اما این قضیهش فرق میکنه. دیدین بو شر میداد. آره هیکلش هم که دیدین. آه هر کی با من متعدد دست بذاره. درود بر شرفتان. 3 2 1 الله. عجله کنید، عجله شاهی روشن کن تا من درد.
تو برو تو چی شده؟ روشن در باز کن روشن کجا؟ کجا؟ کجا داری میری؟ چله پر شده؟ ها کجا؟ چی شده؟ خودم باید بفرمه داخل وگرنه تا 10 دقیقه دیگه تیکه بزرگه گوشه ده. نه من کار واجب دارم. آره واجب داری؟ کجا خودت سمت معرفی کردی؟ من؟ ها؟ آره؟ روزان یه وقت چیزی نگیه چه کار کردی مهیه؟ یه قلتشن داره میاد اینجا هیکل این هوا چه خط دستی ازش گرفتی؟ جواب بده دیگه هزار 800 تومن ازش بابا دستی گرفتم چیزی نیست هزار 800 فردا دیگه نهایت پس فردا پولش روش پس میدم خب تو اون سره تو لنگ 1800 من بودی؟ آره بابا سلام سلام خانم چه شده بابا کیو تلکرای معیارن؟ نه دخترم تو برو تو من بعدم برات تعریف میکنم برو تو ببینم نه من باید برم فای خودم وایسم بابا چرا حالیت نی اونی که دنبالته هشت وزن تو فقط پشت بازو میزنه برو تو آقا خیلی ممنون دستت هم در نکنه اینجا وایسین رو کشیک بدین هر وقت آمد به من زنگ بزنی با اجازه عمو کیوان خیالت راحت باشه درسته من بغلای موهامو رنگ کردم یه خود زنانه به نظر میرسه ولی من رواش مبارزه با این بادی بیلدینگیا رو خوب بلدم کی؟ بادی بیلدینگیا درود بر تو آقا من وای نمیسیم اون یاروی که داره میاد اینجا این میکسر خیلی بزرگه وایس میسی وایس ها وایس نمیسی وایس نیست ما همه من وایس میسیم ما همه وایس میسیم وایس میسیم آقا جون در باز کن دیگه اگه من نتونم برم تو دل اجتماع چطوری خرج خانواده رو بدم بعد من که جوونی با عرق پیشونی دارم پول در میارم حقم تو این اتاق در بسته نیست ببند رو دهنته بابا کیو بیا انقدر هرس نخور بیا یه چایی بخور بابا جو آقا من پسرتم بابا تو پسر من نیستی تو هیچ چیز به من نرفته پسر من باید علی دایی میشد نه یحیی گل محمدی نه اون یارو پسر بابیه نه تو الو بنا گوش کن نه بابا کجا اومدن بابا من تو خونه حبس کردن آره بابا تو خونه الان این داییه بوده هیکلیه این رفته آمار منو گرفته بعد اهالی روستا که دیدنش همه میگن قاطی کردن تو رو خدا دریاب داییه رو خواهش میکنم ازت نه نه ترس من خودم زود میرسونم باشه 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 خبر بده به من پسر هیچیش به من نرفته انگار پهین تو مغزشه نه دولت جانش نه دلت میاد شک نکن حتما پین تو مغزشه تو از چه چیزی خوشت آمده بابا کیو نگو جو چجو دلت میاد جو بشیش بگی بفرمایی چایی بگی دست در نکنم نوشه جان میگم بابا کیو بذارید بره ای تو خانه به مانه کسل میشه مرد بیرونه ای همه طلبکار داره بیرون اینم یکیش نه دخترم تو ندیدی نمیشناسی یه قولتشنیه برای خودش انگاری برای خون و خون ریزی آمده یه جوری موتور اینجا برداشت گذاشت اون طرف انگاری یک کیلو گوجه رو برداشته خب آخرش چه؟ بالاخره که مهیار از او اتاق میاد بیرون بذار امروز بگذره فردا آوا از آسیاب میفته اگه مهیار منه همین الانم از اتاق زده بیرون یعنی چه؟ مگه یه اتاق به جدیه را داره؟ نه تا اونجایی که من میدانم ولی دقت کردین چند دقیقه از هی صداش نمیاد؟ راست میگی مهیار مهیار ای نیستش رفته ای بی وجود داره با جان خودش بازی میکنه دخترم اینجا اهمیت نداره تو هم بیا اینجا نماز برو خانه بابا بیا بیرون بیا بیرون بابات رفت رفت بیا میگم رفت فرار کرد به جنبی تا دور نشده آخه چجوری؟ کسی که از این در بیرون نیامد تو اتاقش نیست حتما نپشت و بر رفته برو سوار شو زیاد دور نشده تو این کوچه‌های اطراف میگیریمش بی خودی هندل نزن یا پیاده بریم الان در میره روشن رو بریم بریم
ایوان تو از ایوان برو شما از ایوان دو نفرم برم بالای کوه باید زنده بگیریمش میگم کیوان خان نه خانه آمد بیرون نه از اتاق خارج شده دیوید کاپرفیلدم نیست از دیوار رفته باشه این پسر من از دیویدم چموشتره پسر بزرگ نکردم که جن تو آسینم پرورش دادم میگم شرمنده تو این اتاقه کمدی چیزی نبود توش قایم شده باشه کمد من کجا بود ای تو جنس خرابت بیاد چه شده؟ برگردین رکب خوردیم رخت خوابا برگردین خیارتون رخت خوابا بیای بیای سلام خانم ببخشید خانم ببخشید ما اینجا صمد نداریم ما گفتم صمد دارین نگفتید نه خب به هر حال فرق نمیکنه ما نداریم ای بابا مردم اینجا چرا اینجوریان یه دو تا سوال میخوام بپرسم چرا انقدر ادا اصول در میارین شما طلبکارشین چقدر گرفته ازت بابا من طلب ازش ندارم میخوام ببینم چه جور بچه‌ایه میشد دختر داد دستش یا نه دختر بدین دستش؟ بری چه؟ ببره دیگه؟ ببره چه بکنه؟ با عروسی، ازدواج، زندگی مشترک شما برای او... بی خود مکنی دختر بدی دست مهیاره مه... خانم 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 چی زده؟ خانم به خدا ای نامده بیوزار زوره دیگه زر رسیده بگیری نظری سال دربه روشان گوله باید کمد باید کمد روشان باید باید کمد باید 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 آقای چرا حالیتان نی؟ من چیزی به اون خانم نگفتم به اون خدایی که میپرستید و میپرستم یه دو تا سوال ازش پرسیدم لنگر داد راست خوردم دختره آقا نوری الکی نمیافتن ببین چی بهش گفتی کی افتاد دیگه آخه آدم حسابی تو کردی کرد جماعت دست و زن بلند ما کنن در بیا اون لباس کردی درود بر شرفت گول هیکلت نخور دو روز استروید مصرف نکنی بادت میخوابه بله اینا هورمون کراتین مصرف میکنن گنده بشن دخترای مردم بترسن بابا چرا بی ربط صحبت میکنی یعنی من به عنوان خانواده عروس حق ندارم راجع به داماد پرسجو بکنم کدام داماد بابا صمد میام دیگه آماده خواستگاری خواهرزادم یعنی مثلا شما همینجور ندیدم اشناخته دختر میدین آن دست مردم مهیار اومدی واسه خواست مهیار نه صمد این مرد یه دروغه این فرستادن که حیثیت منو به باد بده من میدان کمان کمان مطب سوال میپرسی خشم میکنم آقا نخواستیم بسا وسطه میکنم با شما جرمش شد دوتا هم رو زن دست بلند کردی هم به یه خانواده محترم تو این زهدی وایسا یه روز داری جمع بگیریم بیا 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 بیا
نشان من چه بی نشان، از این زمان رفته است، به دست تو راهی شده، به پای خود آمده تا ساحل آرامش، دل را به دریا زده. تو چون رود سپیدی که به دریا میرسم، از تو بزرگی مثل الوند چشمی ساده شد در تو. تو مثل بیستون هستی، تو حتما قصر شیرینی، تو انقدر عشق داری که منو فرهاد میبینی. من هر چی زور گردیم شو و شمشالیک چو، من هر چی دوز گردیم شو و دسمالیک چو، در واکن تا کپو همزگانی سیر باری، من بگرن سر چوبی وارانی ننم واری. تا قسان زانی هر او تاکو سری برزن، نه لافاوی جوانی بویدهی، نه حال کنگی لزه لرزن. توینه نخش قی سروان، چه ترنگی آو سیروانی، توینه شرم دا پیری، تو حال پرکی دزیرانی. تو چون رود سپیدی که به دریا میرسم، از تو مزارگی مثل الوند چشمی ساده شد در تو. تو مثل بیستون هستی، تو حتما قصر شیرینی، تو انقدر عشق داری که منو فرهاد میبینی. خم هر چی زور گردیم شو و شمشال یک چو، خم هر چی دوز گردیم شو و دسمال یک چو، در واکن تا کپو همزگانی سیر باری، خم بگرن سر چوبی وارانی ننم واری.